برام یاد خدا. سلام همتان عزیز، وقتتان بخیر. ان شاء الله که صحتمند و سر حال باشین. بریده دنیای ورزش هستین. من فراموش هستم، دعوت میکنم تا نیم ساعت این برنامه را دنبال بکنیم. امروز در برنامه دنیای ورزش در خدمت شما هستیم با ورزشکار موفق توانمند ما که دیشب توانست پیروزی درخشان بر افغانستان داشته باشه و آنگونه که وعده سپرده بود، چه فردی به ما وعده سپرد، تا پیامایی که داشتم وعده داد، گفتی بار بر مبارزه میرم و این مبارزه را قطعا میبرم و دوست دارم که فایتی بکنم که همه از دیدن مسابقه لذت ببرن. دوست حتی اگر ببازم هم دوست ندارم که به این راحتی ببازم. اما دیشب مسابقه ای که انجام داد در برابر ولادیمیر روسیپوف از روسیه، ورزشکاری که هوتک در چهره نشان میداد، اصلا باور ما نمیشد که در این حد و اندازه ظاهر شد، ولی برابر هوتک ما خوب درخشید. و فراموش نکنید که احمد ولی هوتک هم به خوبی توانست از پس رقابت در بیاید و ورزشکاری که 13 پیروزی داشت را و شکست بده و پیروزی به نام خود کسب بکنه. فعلا هم احمد ولی هوتک از طریق خط اسکایپ از روسیه با ما وصل هستند که بیشتر روی جزئیات مسابقه و همچنین که چه حس و چه حال دارن صحبت میکنم. هوتک عزیز سلام، وقت بخیر. تشکر سروش صاحب، سلام بر شما و تمام بیننده‌های آریانا، بخیر و سلامت باشین. بسیار تشکر، با معذرت میخوام که فرصت نگذاشتم که استراحت کنین، خواستم با وضعیتی که داری در برنامه در حضور پیدا بکنین. اوتکس اولا بگو که چه حس و حالی داری فعلا در این وضعیتی که هستی؟ یک لذت خیلی خوب، همینطوری خوب تایت و رایت و گفتی زادم. شبم تقریبا تا یک بجه شب خانه بودیم، یک بجه بود، نمیفهم یک دو بجه بود خانه بودم، تا امروز خوانه کردیم. در لذت تیزی هستم که دوستا را فهمش، اکثرت خود بیخی زیاد است، اکثر سجاب میکنم و میبینم این فضا را، ای که مردم خوش شدن، ای که امتانای ما خوش شدن، یکانا خوشی در این وقت ورزش است، واقعا لذت میبرم و خیلی خوب هستم، خوش هستم. خسته نباشی، مسابقه فوق‌العاده بود، حس میکردی که حریفت با این اندازه رقابت بکنه برابرت؟ نه خیر، اصلا ما تصور زیر نمیکردم که با این قسم تغییر میکنن. پیش از این که دیروز ما یک فرنس کنفرانس داشتیم که یک در مصابه خود گفتن که مرا گفت که اگه ای چه قسم مرا فکر کرده با قسم این دفعه نیست متفاوت آمدیم، این جمله ایش در روسی این دوست ما اجمال طلال برای ما گفت، ای که برای ما گفت ما ای را گفت تو داری رای ما را ضعیف میکنیم و در قصهش نیستم بزنم ایش فامید، ای گفت زیاد کوشش کن متوجه باش، این مرا دقت به میکرد که باید زیادتر کوشش کنم. واقعا که دیدم این بیخی یک سیستم از این دیگر قسم بود. یا سروش صاحب به میارسکارای ما اکثرت که افغانای ما در این روچه فکر کنم 5-6 نفر باغ کرد، دلیلشان یکی است که یا تمرینات افغانستان رو میکنن یا تمرین کم میکنن به مسابقه میکنن، تمرین از این جانی است در میارسکاری در 3-4 تمرین کنن فاقراده مسابقه کرده میتونه، ولی متاسفانه کم کم در وجود ما میگفا بود به دلیزی که ما یک مجی تمرین کردم، ولی خود یک ما نهایتا کوشش کردم. و دوم گپی که قابل یادآوری سرور سر که فایت ما امشب در چند تورنمنت که در روسیه بود بهترین فایت انتخاب شد که یک افتخار بزرگ باشه. بسیار جالب است. خب قطعا باید هم انتخاب شد به دلیلی که 5 راوند 3 دقیقه رقابت کردین، درست است؟ 15 دقیقه زمان برد تا شما رقابت را انجام بتین و 15 دقیقه دوام آورد برابر شما، یا 3 راوند 5 دقیقه دوام آورد، کدامش؟ مگه شما 5 دقیقه دور سعی بود دومی که 2 ثانیه 3 ثانیه ما دور میشدیم جنگ میکردیم، دور میشدیم جنگ میکردیم، ما اصلا چانس بر ما نمیداد که ما برم بگردم، میخواست که من زیاد خسته کنن و از این خبر بودی جوان مرگ که امیز دمله ما خیلی خوب است، متوجه باشیم که یه حمله میکنه دمولهش میزنم، حمله میکنه دمولهش میزنم دیگه در فیلم مجموعاتی نمی چی بگویم دیگه. خوشبختانه که رو بردم نهایت هم زیاد خوش هستم و احساس خوب میکنم. فکر میکنی هوتک تمریناتی که در کابل کرده بودی تأثیر گذار بودی یا تمریناتی که در چند مدتی که مسابقه تان کم به تعویق افتاد در روسیه داشتی؟ اردویش خو در اینجا که مسابقه میکردم این تمرینی که در اینجا کردم ایزار محصر بود، بعد از این کتی آبا و کتی فیزیک و کتی سیستم اینجا بلد شدم این ایزار محصر بود. در کابل هم قابل داریست که استاد وحید رسولی امرام خیلی زمان کشید که من از سمی قلب اصلا تشکری میکنم. هوتک حریفت
بیشتر روی چی مهارت داشت در جریان مسابقه؟ بیشتر متوجه شدی که از کدام جایی میتونه خطرناک باشه؟ از جا خاچی مشت بسیار خراب مشت میده، دست بسیار دراز داشت، دست دراز داشت، قد دراز داشت، دستاش گرم و شل شل محکم محکم میخور سک ما بیچار بچه کتره. خب ما بزره بیشن کشت دادیم. خب باز یک بیشنگی که خدا برم داده و از خدا من شکر گذار استم که دیگم در وجود خود احساس کردیم. من بیشتر به دوستان میگفتم که من در حالت بند میمونم، بند نمیشم. او را چپک کردم چندین دفعه که امتیازات خود خیلی بالا بردم. من این دوران بسیار ساده هم تو شیشه واری برم معلومه که دوران ما بردیم. عجب به این نیست که اگر ما در آن سه نهایتا زیاد خود خسته کنم، زیاد بزنم و بخی جام نشیم، توجه هستی؟ دیگه پوکسیم سر ازی بود، استراتژی از اوی تو بود که ما را در بوکس بزن زیاد خسته کنم. من در بوکس جواب شده دارم و برعکس در زمین را چندی نفع بکنم. این رقابتت سبب شد که قطعا خیلی از هوادارا هم خوشحال شدن، گرچه متاسفانه نشر تلویزیونی در افغانستان نداشتم و صفحات شمایی همه پر شده بود از عکس‌های خودت، از رقابت خودت. چقدر باز هم امیدوار به این هست که بتانی در فایت های بعدی هم رقابت بکنی و همین گونه بتانی چند، چون قبلا یک موضوع بود که خیلی انتقاد به این بود که هوتک در جریان رقابت خود دم میکنه، از نفس میمونه، اما این بار راوند کاملا متفاوت بود، مسابقه کاملا متفاوت بود. فکر میکنی چند راوند، چند مسابقه دیگر هم میتونی دوام داده میتونی؟ سرور صاحب میفهمی فایت ما که بهترین فایت در سطح روسیه انتخاب شد، دلیلش است که دو ثانیه سه ثانیه ما دور نبودیم. ما پانزده جنگ کردیم، ما سه راوند بسیار راحتی فایت کرده میتونم در شرطی که بگردم و بگردیم سیستم دیگر جور کردیم، کاملا نیب یک استراتژی دیگه آمده بود. ما سه فایت که در سازمان فایت نه دارم بسیار راحت ریلکس هستم و این فایت بادیم که میایید برای بسانتر است. این فایت استرسم زیاد بود بعد از اینکه اولین فایتم بود بار از مدت ها که من ایم مسکو بودم و اینجا عربان کمده بود باخته بود، گفتم باید ایره ببرم و امید مردم این بود که من فایت ببرم که خوشبختانه همی کار شد. مطمئن باشین در فایت دیگه روی قوی تو خوب صحیح و سر خود مطمئن که فایت بادی رو انشاءالله می‌برم. پاسخت به انتقادهایی که اخیرا در مسابقاتی که در کابل برگزار کردی فراموش نمیشه حتمن، فراموش کسی، پاسخت به اون کسایی که انتقاد کرده بودن با این مسابقه چگونه بود؟ سرور صاحب ما یک جای کومنتار را دیدم که اونا همیشه در این مسابقه ما انتقاد کرده، اونا را ما گذارم، برشان احترام دارم و افغان های ما هستن خیره که جایل هستن نمیفهمن دیگر. ما کدام پاسخ برش ندارم، اونا دیگر رضایت خودشان هستن. ما میرم گفته میتونم که اونا یک مرضی است، یک سیستم مشکلی دیگه داره. اگر ما در یوسی کمر بندم برم اونا گپ میزنن. او که 95% 90% هوادارم خوش هستن، اما برای ما خیلی بردش هستن. بله کاملا موافق هستم. یک موضوع جالب است، من امروز به هوتک پیام دادم در جریان برنامه بامدادی بود، گفتم که هوتک میخوای مهمان برنامه باشی و من یک ویدیو فرستاد، بسیار جالب بود. من اول خواستم که هوتک استراحت بکنم و با توجه به همین وضعیت که اتفاق افتاد و که انتقادها و این موارد بود، دعوت کردم که هوتک عزیز اگر بتونی در برنامه با ما باشی در همین پیوند و با همین وضعیت، بسیار خوب میشه که سر و صورتشون هم میبینین با همین وضعیتی که هست. ما دعوت کردم در برنامه حضور پیدا بکنن که گفتن که خیرس بگذارید استراحت کنم، ولی این چیزی که من در تصویر دیده بودم این چیز بسیار فرق داشت. در کل هوتک عزیز در رقابت های بعدی بگوین که چی وقت اولا بگوین در کابل برمیگردین، که قطعا باور دارم هواداران بسیار خیال زیاد منتظر هستن تا با شما صحبت بکنن. در کنار شما بر ما بگوین که چی آمادگی ها بر رقابت های بعدی است، مسابقات بعدی چی خبرهایی در راه هست. بخیر باشی، ما شب که از مسابقه خلاص شدم دوست ما شما بشنوسین جنمان تلاکت منس با او رئیس سازمان مسج که زنگ زد که ما در 5 اگست یک تورنمنت داریم. ما خیلی زیاد خوش میشیم که او تک دوام رقابت کنم و خود همچنان چون دفعه دادم که ما قرارداد کردیم یک کار خوب کردیم که او فین کردیم، یعنی گفته برای ما که ما میتونیم در بای سازمان دیگه هم مسابقه کنم ولی سه مسابقه را در سازمان شما میکنم، یعنی سه مسابقه برگزار میکنم در طول یک سال. ما که دیگه جای مسابقه کنم و امید هستم، آزاد هستم، قید ما را نکردن که مسابقه بده چی دیگه. او دو دلیل اگر نظر باید دکتر اگر ما خوبتر شدم زودتر سیادیاب شدم انشالله برای تان
یکی خلاص نوشته میکنم که فایت ماست با امید فیروزی افغانستان انشالله. از کوچینگ و از خود روند کار در جریان برنامه، از حضور هواداران، از مردمی که حمایت کردن و صفاتش نامه هم از شما پر شده بود، چه مقام بود، چه در هر پست و مکانی که بودن حمایت کردن، چقدر خوشبینانه بود و چقدر لذت بخش بود که با این سر وضع هم اگر هستی برات خوشایند بوده. اما چیز خیلی خوب بود، ما وقتی که داخل قفس میرتون و دوستم گفتم و جمال طلال که برای ما تایم بگو و بگو بزن من کار میکنم. دومی که افغانه که در زال آمده بودن و خیلی افغانه وطن دوست دوست داشتنی، خدا من یارشان مازشان تشکری میکنم. بر مشت ما شما تصویر مشاهده کنین که اونا چیر میزد، یک روی عریف ازعیب میکنن و بر ما یک قوت میبخشید. دیگه دومی که سر میزنم به فیسبوک، دوستا خوش هستن و یک خوشی اظهار میکنن، دیگه واقعا ما از همه چیز لذت میبرم و خداوند بر ما همت بتن، قوت بتن که بارها بارها می خوشی رو بسیب امون عزیز خود بتن. او تکس ما یک چیز را خیر است، ببخشی این سوال را میپرسم. من قبلا هم در یک از مصاحبه بود فکر کنم اگه فراموش نشه پرسیده بودم ازتان در جریان تمرینات در ماه مبارک رمضان داشتین، پرسیدم که آیا واقعا این همه در مبارزه میمی وقت وارد میشین به سر صورت همدیگر میزنین، گفته خود جنگ میکنین و فایتتون و دلچسب است، آیا واقعا هزینه مالی هم برتون داره؟ یک چیز دستاورد داره که حداقل از سمت اقتصادی میکم دلتان شاد شوه؟ خوب است، ما راضی هستم و انتقاد نمی کنیم و تا در جمهوریت ما انتقاد سروش سر نکره بودم، مطمئن هستم که خود تام شنیدی که ما زر کس انتقاد کنم و یا از کس شکایت کنم. از مالی کده امی عزت و امی معنویت ازی با خودم خیلی ارزش است. وقتی که شخصیت و عزت و معنویت داشته باشیم مالی خودش میاد، که خوشبختانه که ما از نگاه راضی هستم. خب بسیار تشکر هوتک عزیز که در برنامه حضور پیدا کردی. اگر حرفی باقی مانده لطفا شریک بکن، ما در خدمت هستیم. تشکر سرس، بخیر و سلامت باشین. انشاءالله اگر ما خوب شدم دیگه منتظر فایت بودیم 20 روز بعد باشین که باز داخل قفس شوم. پس 20 روز بعد دیگه مسابقه هست در افغانستان می مامانه دوستای خود فیروزی را جشن میگیرن. دیگه یه میمونم با دکتر، اگه دکتر اجازه داد دیگه ما بخیر مسابقه میکنم. دیگه که نشد باز بخیر طرف افغانستان می و در جمع مردم خود انشاءالله. بسیار تشکر احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد که از روسیه با ما وصل بودین. باز هم پیروزیتان مبارک. بسیار تشکر قربان. بعد از وقفه برمیگردیم دوباره ادامه برنامه دنیای ورزش رو بینیده باشیم. دوباره خوش آمدید ادامه برنامه دنیای ورزش بیننده هستیم. فعلا از طریق خط اسکایپ آقای وحید امیری رئیس سازمان WGC یا World Golden Champions را از روسیه و همچنان آقای علیرضا سرلک نماینده سازمان WGC برای مهاجرین افغان در ایران و یا هم نماینده این سازمان را در ایران از طریق خط اسکایپ با خود داریم که بیشتر در مورد فعالیت ها و کارهایشان صحبت میکنیم. ابتدا میخوایم که از آقای امیری شروع کنیم. آقای امیری سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترامات به شما و به بینندگان محترم تلویزیونتان. بسیار تشکر، خوش آمدین. اولا در مورد اینکه بر ورزشکارا چی همکاریهایی میکنین و چی جزئیات ارائه میکنین را صحبت بکنین بسیار خوب میشه، و همچنان در مورد نمایندگی های سازمان WGC که در کدام کشور هاست؟ بسیار خوب، سازمان WGC قسمی که شما میفهمین همواره در قسمت آماده ساختن فایت‌های خارجی به خاطر فایترهای افغانستان زحمات و دستاوردهای خیلی زیاد داشته که در وقت کم پروگرام همیشه نمیتونیم یاد کنیم. دوستا با نام سازمان و کارکرداش آشنا هستن. آمدیم سر مسئله ایران از که ما مدت یک سال میشه نمایندگی سازمان به ریاست محترم استاد علیرضا سرلک که یک بدنی از سازمان WGC در ایران می باشه که رئیس سازمان و مسئولیت سازمان استاد علیرضا سرلک داره و فعلا کلاب های زیاد و خیلی فایترهای زیاد به این سازمان پیوسته و فعالیت داره و در برگزاری مسابقات انشاءالله که در این نزدیکا در داخل ایران و به خاطر رشد ورزشکارای
ایرانی هم در مسابقات خارجی سازمان WGC زحمات خود و کارکردها و به حساب پیشنهادات خود داره. بسیار تشکر. همچنان آقای علیرضا سرلک هم میخوایم که ازشون بشنویم. سلام، وقت بخیر آقای سرلک. در مورد بگین که در ایران وضعیت MMA چگونه هست و در چارچوب سازمان WGC چی فعالیت هایی را شما در ایران انجام دادین تا کنم؟ درود و سلام خدمت شبکه آریانا، به خصوص بخش ورزش، آقای سروش قربانتان و دوستان عزیزان ورزشکار خوب ما آقای جمشید احمدی که در خدمت شما هستیم. ورزشکاران افغانستان که دوستانمون مهاجرین که به ایران اومدن فعالیت خیلی خوبی دارن، در بخش به خصوص MMA فعالیت خیلی خوبی داشتن تو این چند ساله. حدود یک سال هست که در سازمان WGC که رئیس سازمان استاد وحید امیری هستن که ما در خدمتشون هستیم، یک سال فعالیت خیلی خوبی در سازمان WGC دوستان مهاجر داشتن و به زودی بازی‌های خیلی خوبی برگزار خواهد شد که حدود 6 تا از فایترهای خیلی خوب مهاجرین افغانستان در این بازی‌ها شرکت می‌کنند. درست. فعالیتشو بفرمایید. شما بفرمایید. فعالیت مهاجر خیلی خوب بوده در بخش MMA و در ایران خیلی درخشش خیلی خوبی داشتن، استعدادهای خیلی خوب داشتن و از دوستان که حمایت کردن از بخش MMA چه به خصوص فایترهای ایران و همچنین مهاجرین تشکر و داریم. آقای سرلک، بخصوص با حضور ورزشکاران افغانستان، میمیکاران افغانستان و فعالیت هایی که شما با سازمان داشتین، فعلا سطح فنی ورزشکاران MMA را در ایران چگونه بررسی میکنین نسبت به جاهای دیگر و شما به زمینه بهتر شدن فرصت های ورزشکاران در مبارزات چقدر همکاری کردین؟ از خدمت شما که فعالیتش خوب بوده، اما خب مربیای خیلی خوبی دارن پیش میان، در آینده MMA در ایران خوب میشه با مربیایی که از جوجیتسو، کشتی، بوکس و کیک بوکس و موی تای دارن فعالیت میکنن، سطح فنیشون رو بالا میبرن، مربیای بدنسازی رسمی و معلوماتی که روز جهان دارن روز به روز بالاتر میبرن که بتونن سطح فنی فایترها رو بالا ببرن. درست. آقای امیری، از شما هم بشنویم که حالا با همین وضعیت که آقای سرلک شما نماینده شما آقای سرلک هست در اونجا، میخواین که چه فرصت هایی را برابر بکنین که نه تنها در ایران، در کشورهای دیگر مثل روسیه، کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر از ورزشکاران افغانستان هم حضور پیدا بکنن و همچنان ورزشکاران از ایران که در چارچوب همین سازمان رقابت میکنن حضور پیدا بکنن و فرصت و زمینه را فراهم بکنن؟ بسیار خوب. قسمی که شما میفهمین فایترهای افغانستان که قبلا هم در افغانستان بودن و قبلا از افغانستان خارج هم شدن، اکثریتشان با همی سازمان قرارداد دارن که در قسمت منیجمنت از یا کار از اینا را تمامشه تقریبا همی سازمان ما به عهده خود داره. مهم نیست که در گوشه دنیا هستن، امکانات در همه جای است، به خاطر که با تیم منیجمنت که در فعلا روی کار است در همه کشورها با امونا ارتباطات خیلی خوب داریم و یک اعتبار سازی شده و اونا هم ما را میشناسن، فایترهای ما را میشناسن و میپذیرن در هر قسمت باشه. و در ایران فعلا ماجران افغان هم زیاد است و خود برادرای ایرانی هم که ما یک ملت همه ما تقریبا یک هستیم، همزبان هستیم، برادر هستیم. فرق من میبینم ورزش یک به حساب نهاد صلح و دوستی و در همیشه بوده، مرزها را شکستانده، به مو اساس ما خیلی صمیمانه و دوستانه و برادرانه با برادرای ایرانی ما شانه به شانه در قسمت رشد ورزش هم در افغانستان و هم در ایران ما پیش میریم. پروگرامای خوب به فایترهای ایران هم داریم و فعلا مسابقات شوه، ریکورد سازی شوه، اکثریت فایترها در داخل افغانستان قسمی که شما میبینین تا حال مسابقات زیاد ما برگزار کردیم و در همین آینده نزدیک مسابقات بین المللی در خارج از افغانستان تصمیم داریم و خیلی منتظر یک جواب آخر هستیم. اگر شما شاهد بزرگترین رویداد میباشی که در او بهترین افغانستان در سازمان خود ما با 7 خارجی از ممالک مختلف انشاءالله مسابقه میداشته باشه و به این شکل همین پروگرام های ما برای دراز مدت هم پروگرام های
خوب داریم پیش روی. درست است. آقای سرلک، در طول مدت که فعالیت کردین در کنار آقای امیری و همچنان سازمان WGC را در ایران ایجاد کردین، فعالیت های شما چقدر مثمر ثمر بوده و چقدر تانستین که در میان ورزشکاران MMA کار در ایران معرفی بکنین سازمان WGC را تا به نتیجه برسین آنگونه که در رویدادهای بیرون مرزی هم از این کشور ورزشکار داشته باشه؟ که بسیار خوب بوده. دوستان مهاجرم که خیلی هاشون دارن فعالیت کنن در تهران، اصفهان، شیراز و شهرهای مرزی مثل مشهد خیلی خوب بودن. الان حدود 60-70 تا فایتر مهاجر که سطح فنیش خوبه در سازمان WGC دارن فعالیت میکنن که 7 نفرشون الان آماده برای مسابقاتن که در ماه آینده مسابقات خوبی برایشون در ایران برگزار خواهیم کرد. درست. خودتان تنها در اونجا مربیگری میکنین برای ورزشکاران یا نه مربیان دیگر هم دارین؟ نه، مربیان بسیاری داریم که فعالیت خیلی خوبی دارن، هم مربیان دوستانم از افغانستان، هم مربیانی که از ایران هستن که دارن فعالیت میکنن. درست. آقای امیری، شما از رویداد بعدی که گفتین از 7 ورزشکار افغانستان در برابر 7 خارجی، از ایران هم در شامل این تیم هست یا نه ورزشکاران ایران در رویداد؟ بله، از ایران میباشه، از همین سازمان خود ما ورزشکارای ما و از افغانستان و از ممالک دیگه در مقابل از اونا که جمعا 10 جوره میشه، 3 فایتر از ایران و 7 از افغانستان. انشاءالله دمی رویداد ما مد نظر گرفتیم و با تایید گپای استاد علیرضا سرلک، فعلا اکثریت فایترهای ایران هم، اکثریت فایترهای خوب ایران هم روزمره از برادرای ایرانی ما به این سازمان، به این حلقه که استاد علیرضا سرلک و می سازمان را کجا سرپرستی و به حساب ریاست شباوده دارن می پیوندن و روزانه فایترها اضافه میشه و بسیار یک فکر میکنم که یک نتیجه خوب با زحمات استاد علیرضا سرلک، یعنی یک رشد بسیار خوب کرده ای سازمان. درست. آقای سرلک، از پلان های بعدیتان بگین جدا از مسابقات که پیش رو دارید، چه موضوعات دیگر سر دست است تا در جنتریتان داشته باشین یا در تقویمتان که بتونید روی کار بکنید و بتونید بدون ماه آینده رقابت ها یا جزئیات دیگر هم داشته باشین در پیش؟ بله، ما پل ارتباطی خیلی خوبی با کشور افغانستان داریم، دوستی و ورزشی و همچنین در کنار ورزش تجارت و کارهای دیگه شادان بتونیم خوب پیش ببریم برای دوستانمون مهاجرین و همچنین دوستان عزیزمون در افغانستان. درست. حالا از این 70 تنی که در زیر نظر شما در ایران تمرین میکنن، فقط 7 تنشان رقابت میکنن در ایران برابر چه حریفان و چه ورزشکارانی؟ عرضم حضور شما که اگر مایل باشین من اسمشون رو یاد کنم این دوستانه. 7 نفرمون سید سمیالا مبارز هست که وزن 70 کیلو میخوان مبارزه کنن، قاسم گرابدین هست 60 کیلو میخوان مبارزه کنن، 61 کیلو عبدالبصیر مبارز هست که 65 کیلو هست، جمال تاجیک 57 کیلو، زینالله حاجیزاده 57 کیلو، محمد عرب هم 61 کیلو هست. درست. همین 7 تن هست که در برابر حریفان از ایران قرار میگیرن یا از کشورهای دیگر؟ فعلا اینا روبروی حریفای ایران میگن که سطح رکوردشون به خوبی بیاد بالا و بازی بعدی ایشالان آقای امیری که قراره که برگزار کنه روبروی کشورهای دیگر قرار میگیرن. درست. خیلی تشکر. و آقای امیری، به عنوان آخرین پرسش خیلی کوتاه برام بگین چه برنامه هایی در روی دست است بدون مسابقات پیش رو؟ برنامه های ورزشی ما قسمی که شما میدانین با تغییر وضع سیاسی یا رژیم سیاسی که در افغانستان آمد و عدم شناخت به رسمیت شناختن افغانستان، کمتر پرابلم ها و مشکلات در خارج از مملکت به خاطر دعوت فایترهای ما برای ما پیش روی آورده که ما امیدوار هستم همین مشکل حل شود. پروگرام های خیلی زیاد داریم و هر پروگرامی که میگیریم هم مانع همین پروگرام های ما این همین مسئله شده. پروگرام های خوب پیش روی داریم، خصوصا به فایترهایی که خارج از مملکت است، به کسایی که در داخل از مملکت است. مشکل اصلی ما
برای کسایی که قبلا ما ویزا گرفته بودیم ویزا دارن کدام مشکل نداریم. از مرتضای سعادات یا مرتضای دلار که میگن فایت شاید دمی نزدیکا باشه و از واحد نژند بالای قیس جسور همچنان زحمات صورت میگیره. یک کسی که فعلا ویزا داره مرتضای سعادات است و کریم بدخشی فکر میکنم هم باشه، کار از هم بخیر سر راه است، سر دست است. بسیار تشکر آقای وحید امیری رئیس سازمان WGC از روسیه و همچنان آقای علیرضا سرلک نماینده سازمان WGC در ایران. بسیار تشکر. قربان شما، تشکر. بسیار تشکر از اینکه برنامه رو هم شما دیدین. بسیار سپاسگزار هستیم. وقت هم بخیر. خدا نگهدار.